با سلام درود خدمت دوستان عزیزان هموطنان در سراسر ایران و دنیا. خدمت شما دوستان، این روزا باید خود حواسمون جمع باشه، جمع هم هست، خود دقت بیشتری کنیم که میکنیم. تمام کسایی که در طول 38 سال یعنی کرم میلولیدند، از ایران خارج شدند، در کشورهای مختلف بودند، غیر از پناهنده ها، غیر از کسی که زحمت کشیدند، غیر از کسی که تو ایران جوشون در خطر بوده باشن رفتند، نه کسی که مثلا زمان شاه هم پشت شاه خالی کردن و رفتند، پورا رو برشن رفتند و یدن بعدش رفتند و حالا همه آمدن برای خودشون تشکیلاتی درست کردن، سازمان درست کردن، از مردم پول گرفتن برای مبارزه، ولی حالا که وقت عمل هست ببینیم که مردش نیستند. من بارها اینو گفتم، اما حالا یه خود پروتر شدن و بعضی حرفای دیگه میزنن. بنده خداها یه خورده فکر کنید، اینقدر آیا مردم ایران عذر میخوان پن بار شما میکنند؟ فکر کردید با خودتون اصلا مردم شما میشناسند؟ یک دو تا شبکه تلویزیون هست تو چند سال، یکیش که اند کلاهبرداری بود، پدر ایرانی در آورد، اینقدر خونه تو دبی فروخ، همه خونه رفت رو هوا با اون چهره بشاش و خندانش. یه نفر گوسفند میدزدید بین فقرا تقسیم میکرد. گفتم آخه چه کاریه؟ گفت ثواب تقسیم گوشت بین فقرا و گناه دزدی گوسفند برابره. این وسط دل و جگر و دنبش مال منه. شما که یک کلاهبردار هستید با اون ایکس و ایگرگ تو دبی، حالا شروع کردین ترکیه رو، کار کار شما نده، شما باید تبلیغتون بکنید، کارتون بکنید. اما یه عده دیگه که تو این سالیان نشستن و گوش همدیگه رو بریدن، یه موقع گوش ملت ایران رو بریدن و فلان کردن، بیسار کردن، بمدان کردن، حالا کسی به جای جاش امر بهشون مشتبه شده و متوهم شدند که حالا میتونن یک رقیب باشن. اینو دارم بهتون خیلی راحت میگم، صادقانه میگم، بروانی هموطن بهتون میگم، با بروانی کسی میدونم چی ها کشیدید، چه حرفای شنیدید، چقدر فحش شنیدید، چه کارا شده. بیایید این یه بچه آدم پشت سر شازده حرکت بکنید یک کشور، بعد که آمدید کشور برای خود حزب تشکیل بدید. این حزب خائن پان‌ایرانیست مگه نکرده؟ خب چه کار کرد؟ چند نفرن؟ دفتر کرد چند نفرن؟ خب اومد اونجا حزب تشکیل داد، چند تا نماینده مجلس داره. شما بیاین تو ایران خودتون پیدا کنید، احیا کنید، مفخوری هم تمام شد، کار کنید. شما میفهمید این دفعه برگردین کشور باید لااقل 15 20 سال کار کنید. دنبال انتقام نباید باشید. کی چی گفت چی رو نیست، باید اینو بذارید کنار. حرف تموم شده است. شما تو ایران نبودید، سختی را نکشیدید، ملت اونا چی کشیدن؟ تو زندان 1,648,000 کیلومتر نبودید شما. هر چی که بگید نبودید. هر چی هیچی نبودید. چون شما جاتون ام بوده. غیر از چند نفر با رضا فاضل خدا به مولد که من آقای چیزی که چشمشو کور کردن، اینا برای شما شما چه کار کردن؟ همه تو رو خریدن به انواع و اقسام مختلف، یا با واسطه غیر واسطه، و ما دیدیم شما امروز با این صحبت میکنی، پس فردا با اون صحبت میکنی، اصلا باید فرق نمی کنی، مرد شورید میشورید. اما دارم بهتون میگم راهتون یکی بیشتر نیست. من یه آدم نیستم که تابع احساسات باشم و نمیدونم تعصب نیستم، کم کم بیشتر بنده رو میشناسید، بر اساس عقلانیت حرف میزنم، آینده رو میبینم، دورتر رو میبینم. بیایید تو ایران صداتونم در نیاد، عقاید دارید، افکار دارید. مثلا دیشب من مصاحبه دیدم از یکی از آقایون، ما رو جبهه ملی هر چی که داشته تا الان آخوند کرواتی بوده، عقاید مذهبی کرواتی بوده، همیشه از بازرگان و غیره. دیشب میگه میخوام بریم ایران اسلام ستیزی بکنیم. خیلی مسخره است. اسم میزه اپوزیسیون، پیغامم میدی تازه میخوای 12 آگوست هم فلان کاری بکنی، 11 آگوست فلان کاری بکنی. واقعا جای تاسفه. یعنی صادقانه بهتون بگم سیستم مغزیتون به هم خورده است. الان کم کم باورتون ممکن خبری، حالا میخوام بیام به خودتون. نه عزیزم، هیچ جا نمیرسید، میسوزید، میرید پیکارتون و مردم ایران تیکه تیکتون میکنند، کوچکترین حرفی برای تیکه تیکتون میکنند، چون بی‌نهایت عصبانی هستن، مخصوصا دست شماها.
امشب خانم نشسته از فلان خانم تو فلان جا شورا بد میگه، سه شب بعد با همون خانم نشسته پول گرفته دیگه، پول 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 علیه اون که نشسته. چرا میتوه بعد اینا که به در ایران باز بشه و شازه برگردش هیچ به بوده به زودی هم اتفاق میفته توی امسال هست، بعد اینا همه میاد مردم میبینند توف و لعنتتون میکنند، بیاید از مردم عذرخواهی کنید، رسما بگین غلط کردیم، اشتباه کردیم، پشت سر شازدن برید، زیر سایهشون حرکت بکنید، شاید غیر از این باشه شما و مجاهدین و غیرمجاهدین همه رو سرته یک کرباس میدونند. نکنید، سنتان بالاتر نکنید. حالا جالب بود که از این آقایون اینقدر آدم چیزی بود که گفت این نظر ایشون برای اسلام، سی نظر خودش، من در اسلام دفاع نمی کنم، من میگم خوشبختانه حکومتی اومد سرکار چیز، اما کسی که از زمان قاجار، چون این هم قاجری قجری هستن دیگه، چون زمان قاجار میدونید که مثلا ناصرالدین شاه میشست یک دیگه آش میخواستن درست کنن، 3000 نفر میمدن ذکر میخوندن میرن میتونن توجه، از زمان صفوی، از زمان شاه سلطان حسین صفوی، از همون زمانی حرفا بوده، زمان قاجار عمدش بوده. خب حالا این آمده میگه آقا اصلاح سیدی بکنیم، تو چفت نگو جبهه ملی، بگو جبهه خودم. خب دوستان، پس این خدمت شما هستم که راجع به مسئله سیاسی میخوام بهتون بگم که دارن اکثرا فرار میکنن، پاسپورت جدید دارن میگیرن، با اسم و شخص جدید دارن میرن، و جالبه اینقدر این مسئله سرعت گرفته که حفاظت اطلاعات دوربری حساب گروه 2200 نفره محافظه خامنه ای یک سریشون گزارش کردن، حفاظت اطلاعات خواستشون، بعد رفتن بعد دیدن که با اینا خودشون جزش هستن، گفت آقا تو هم که داری میری دیگه. حالا من یه خواهش از بسیجی دارم، از این زیر مجموعه حکومتی ریاد باره دارم، حالا میتونید ماهیت رهبراتون رو بشناسید، سرانتون رو بشناسید، کسایی که جانم فدای امام و رهبر و اینا از عمر ما بکاه اینا بشناسید، حالا برای خواسته شون یا خواهش من میخوام برم از ایران، جونم در خطره، من تو ایران جنایت کردم، ظلم کردم، ستم کردم، دزدی کردم، من مأمور پلیس راهنمایی اون زدم، این تو گفتی بزن، ببین جواب بهتون چی میدند، ببین چقدر تحویلتون میگیرند، خیلی راحت زیر پاشون میزن، شما رو له میکنن و خودشون میرند، اصلا نمیشناسن دیگه شما رو، میگه غلط کردی آقا پول بده، غلط کردی آقا فلان کار، برو پی کار آقا، برو پی کار، هم موقعش هم بردی و خوردی، حالا کمرتون میشکنه که روزا بعد من خبرش داره میاد، به پهنای صورت گریه میکنن، یا آقا محمدی من به خاطر اینا گفتم، پس تو به خاطر اینها کردی نه به خاطر خدا و مملکت اینا، تو به خاطر فلان شخص کردی، درسته؟ حالا جواب بده، ببین چی کارت بکنن، مگه شما میتونید همتون از ایران فرار کنید برید؟ محاله. حالا خوشبختانه سیستم جوری شده که تو خودتون دارن خودتون رو لو میدن و لو میدید به خاطر که هر کی زودتر بذاره بره بیرون. دقیقا این اون اتفاق مکه که افتاد، اتفاق مکه خنده‌دار دوست واسه شما، سر دادن آب معدنی، خاص آب معدنی بیر از گروه یمنی ها رو هم افتادن و بچه هم اتفاقات بعدش افتاد، حالا همه رو هم پا میزنن فرار میکنند، شما هم لهتون میکنند، هنوز هم زده برگردید. خامنه ای خودشه باخته، این اتفاق به سپاه افتاد، یعنی بازی خامنه ای و بازی حکومتی همه رو قطع کردن، حالا دیگه آمریکا مجاز است هر جا که تونست اینها رو بزنه به عنوان گروه تروریست، حتی پایگاهاشون تو تهران، تو شیراز، هر جا پایگاه اینا رو میزنن با خیال راحت میزنن، خود اینا فهمیدند، توی سوریه هم همین تو گفتن جمع کنید کاسه خودتون وگرنه میزنیم، عراق هم میزنن، همه جا میزنن، میصدن که تقویتش کردن، همین تقویتش کردن، فقط به فقط تنها چیزی که امید آخرشون است که امروز امام جمعه تهران هم میگفت که اینا میگن دیگه باید امام زمان ظهور بکن، همین روزا باید ظهور بکن، بعد حجی ارسال همین قصه است، ولی این خبری هم نیست و بازی رو باختین، همه جور هم باختید، همه طرف باختید، و خامنه‌ای خودش میدونه، صداش دیدید، بدنش دیدید، تن و دورورش دیدید، همین آقای ظریف، همین ظریف یه بچه‌ای بود که خانواده خیلی فقیر، شاه اینو بهش جدامون گروه که داد، شاهنشاه آریامهر شاه پهشاه شاه پهلوی ممرزا شاه پهلوی بورسیه بچه‌ای چیزی که ضعیف و فرساد بهشون رفت آمریکا درس خون، اولین کسی که به شاه چیز پرتاب کرد گرجه فرنگی، این کسافت بود، این دستا باید قلم بشه آقای زری، نمک نشناس، بی شرف، بچه‌ام که دیدی چیکار کردی که
تحریم می‌کردیم، هم مردیم. خودتو تحریم درست می‌کنید، خودتو می‌خواد رفت بود کتاب قلعه حیواناته، اما جواب نمیده. حکومت دوستان رو صادقانه بگم، راحت بهتون بگم، خبر آورم میرسه، خودشو بدجوری باخته و خوبم هست، در زیر سقوط قرار گرفته، مردم رویشون خیلی تقویت شده، رویشون خیلی بالا رفته و جشن خودشون میگیرن، دیگه ترسشون ریخته است، دیگه شعارا رو مینویسن برای من میفرستن، من از 100 تا 200 شعار که میتونم بفرستم 10 تاش میذارم، چون نمیخوام دوستان تو کنم خسته، ولی خودشون میدونن روی مردم خیلی فرق کرده. آخوند کشی، آخوند زنی بی محلی به آخوندا خیلی زیاد شده و اینا منعکس میشه، نافر مدنی خیلی زیادتر شده و اینا باعث افتخاره، این اینا کم کم جمع میشه، تصاعدی ترس مردم میرسه، به جایی میرسه که دیگه نمیشه مردم کنترل کرد و اون وقت چه جیگری از این روحانیت، به خصوص روحانیت که در تیر رسن، تو برو ریشه بزن، لباس عوض کن، میشناسنت، به خصوص اونهایی که بلا سرشون آوردی، لوشون دادی، با زندگیشون بازی کردی، زندانشون کردی، جیگرتون در میارن، خودتون هم میبینید، حس میکنید. پس دوستان به هم کم کم نزدیکتر بشید، متحدتر بشید، نافرمانده بیشترش بکنید، چون کم کم شکل میگیره، در جمع میشه، قطرها داره جمع میشه و تصاعدی با کمترین هزینه، چون اگه مردم قیام بکنند، مردم حرکتی از خودشون بدن، هزینه اون به حداقل میرسه، کودتای در کار نخواهد بود، روسیه هیچ کار نخواهد کرد، نمیتونم بگم روسیه، البته روسیه خودش گرفتار الان، و وقتی مردم حرکت کردند سپاه آچمز میشه، و آمریکا و روسیه و با اروپا هم برای منافع خودشون میان وارد قصه میشن و از شما حمایت میکنن و سریعتر از اینکه فکر شده اتفاق خواهد افتاد، انتخابات آزاد، دست به حکومتی جمع میشه، سپاهی هر جا ببینن بازداشتشون میکنن، هر جا ببینن میزننشون، لت و پارشون میکنن، چون حقشون هم هست، چون بهشون مهلت دادن، گفتن آقا بیایید الان دارن تو کارم میکنن خوشبختانه، و حرکت شما حالا دیگه مدام موقت حرکت شماست، بس داستان بلدرچین ورزیگر است، به امیدی کسی نشینیم، خودمون حرکت بکنیم، صداتون برسه، اون حرکت های بانکیتون برسه، جلو مجلس رفتنتون برسه، برسه دیگه، اینا دیگه نمیتونن کاری بکنن، خودتون میدونید. اون ماموری که امروز داشت دنبال آقا میکرد گفت فکری خبریه، پس خبریه که تو اینجا خودت باختی، بچه‌م خبریه که توی آشغال کاری کردی که از خود ترس داری کارا رو میکنی، پدرت در میارم، مشخصات شما داره واسه من میاد، واسه چند نفر دیگه هم میره، اینا جمع جور میشه و شاهزادم شب روز داره کار میکنه واسه خوشحالی است و اصلا اهمیت نمیده بیرون لس آنجلس یا این تلویزیون دو اون جمع بشه، همشون بازی هست، اینها پول بگیرن، صد تا ملق هم میزنند، ما میدونیم و میشناسیمشون، دیدیمشون، جلسهشون هم دیدیم، تو جلسه اینقدر احترام نداشتن به هم دیگه، 27 نفر موبایلشون رو خاموش کنند، در موقع صحبت کردن نخورن، توجه بکنند، هیچ، نه ادب داشتید، نه سیاست داشتید، اگه سیاست داشته باشید پرسر شازر کرد میکنید، خودتون رشد میدید، سیاست هم ندارید، عقل هم ندارید، لااقل پس به خاطر بقای زندگیتون، به خاطر تنازع بقاتون، به خاطر آینده، بیاید صداتون رو ببرید، حرف نزنید تا مرد سخن نگفته باشه، غیبانش نافته باشید، بیاید درمه کاری بدید مردم ایران، بیاید تو ایران با احترام وارد بشید، با عزت وارد بشید، به شرطی که پشت سر شما زرز رو پرورگرد کنید. من حاکم زیاد دیدم دوستان، شکل زیادی کار کردم، تشخیص اشتباه نمیدم، بیاییم تجه نظر کنید رفتار کردارمون، تا چون مردم رو کارشون حرکت، مردم حرکت کردن، از هفت آبان پرس حرکت کردم، شما هر چی که بگید مردم کردند، ادامه دارن میدن، شاهکار دارن میکنن، ترس مردم سوپا ریخته، امید توشون زنده شده، انگیزه دارن پیدا میکنند، اینا به زودی به هم بست میشن، بست که شدن دیگه تموم شده است، شماها بیاید صدقه سری این ملت واقعا 4 سال تو کشورتون درست زندگی کنید، با این شالاتون بازی به هیچ جا نمیرسید. دوستان عزیز به هم بپیوندید، تکرار میکنم، نفر مدینه انجام بدید، هر کدوم از یه قطره یه دقیقه، و بعد گزارش ها رو بدید، خبرها رو بدید، بچه سپاه که واقعا همکاری دارن میکنن با یه دقیقه خیلی زیاد، چون میدونن که اینا میرن و اینا رو له میکنن و تو هر کشوری هم برن اینها اینا رو لو خواهند، دو تا کشور بشه برن جان آدم رفتن، یکی میرن روسیه پولا رو ببرن اونجا و به شماها بگم پولا روسیه میبرید، باور کنید یا مافیا دارن با 100 دلار آدم میکشن،
همچی هم بکشن تو فرصت ناپیدا. همون کاری که با افسرهای نوژه توی ترکیه کردید سرتون میاد. جد یادآوری گفتم. یکم آفریقاست. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. ایام بکنم، روز بارتون خوش. که دیگه خیلی نزدیک شده پیروزی، یعنی همه چیش دیگه حس میشه، بوی آزادی داره میاد. خدا نگهدار.